سلام به همه دوستان عزیزم بنای من در این کانال یوتیوبی اینه که به صورت متمرکز به تاریخ معاصر ایران بپردازم به موضوعاتی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران بپردازم به اقوام ایرانی بپردازم چیزی که موجب شد این ویدیو رو الان خدمتون ارز کنم نگرانی بابت آینده ایرانه و سلسله رویدادهایی که به فروپاشی تمدنی ایران منتهی خواهد شد و پرده آخرش هم جنگ محتملیه که دیر یا زود گریبان مردم ایران رو خواهد گرفت توجه داشته باشید ابتدا که این بیان من از منظر یک متخصص روابط بین بلل یا کارشناس سیاسی نیست فقط میخوام با همراهانم که شما باشید نگرانی خودم را از بابت آینده ایران بیان کنم به نظر من جنگ خواهد شد جامعه جهانی دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه به دلایل مختلف که شما در تحلیل های سیاسی اونها رو دیدید و شنیدید همینطور مطمئنم که کسانی حکومت آینده ایران رو تعیین میکنن که روی تغییر حکومت سرمایه گذاری کردند اگر مردم این سرمایه گذاری رو نکنند آمریکا خواهد کرد در این صورت انتظار یک دولت ملی رو نباید داشت اصلا انتظار نداشته باشید که روسیه یا بعضی میگن چین در چنین جنگی پشت ایران در بیاد چین از ترس کاهش رشد اقتصادی خودش حتی تهدیدی برای تایوان محسوب نمیشه روسیه هم که در مورد عراق و سوریه دیدیم که حتی با غرب همراهی میکنه. جنگ با اوکراین یک منطقه دیگه ای داشته. اون رو نباید با ایران قاطی کرد. نه آمریکا، نه روسیه نمیخوان رو به روی همدیگه قرار بگیرن که در چنین صورتی جنگ جهانی سوم شروع میشه و بسیار دور از انتظاره. اما چرا میگم چنین جنگی پایان دنیا ایرانه سناریویی که همین الانم هم شروع شده. این عبارت رو بدون اینکه بخوام اقراق کنم یا شما رو علکی نگران کرده باشم بیان کردم بله فکر می کنم هر گونه جنگ خارجی که عملیت رو از دست مردم ایران بگیره برابر خواهد بود با تجزیه و شکستگی فرهنگی و اقتصادی و تمدنی که از همین الان شروع شده و گناه صفر تا صد این رویدادها از جنگ خارجی تا این ورشکستگی هایی که ما الان داریم تجربهش میکنیم صرف تا صد برگردن حکومت حال حاضر ایران جمهوری اسلامی که با بیفکری تمام چل سال منابع سرمایه کشور رو صرف به گفته خودشون حمایت از محور مقاومت کردند، حمایت از گروه های آزادی بخش کردن بدترین نوع دیپلماسی رو در مقابل غرب داشتند. اگر دستگاه دیپلماسی در دوران قاجار به موازنه مثبت فکر میکرد و دیپلماسی مرحوم مصدق به موازنه منفی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تنها یه هدف داره مقابله در واقع دیپلماسی هم نیست ضد دیپلماسی در مورد دستگاه دیپلماسی در دوران پهلوی هم باید بگم که حداقل تونسته بود با ایجاد یک رابطه معقول و بر اساس منافع ملی اوپک رو مثلا راه کنه و شخصی مانند امیر اسلاح نفشار به ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید همون آژانسی که پدر ما رو در یا مرحوم محمد علی فروغی یکی از دیپلمات‌های مورد اعتماد در عرصه جهانی بوده البته این گفته من به این معنی نیست که حکومت پهلوی خوب بود حکومت مثلا جمهوری اسلامی بعد به سیستم پهلوی بسیار ایراد وارده که مهمترین اون تعطیلی مشروط است اما هر چقدر که بتونیم از پهلوی در سیاست داخلی بدگویی بکنیم و انتقاد وارد کنیم کارنامه سیاست خارجی در اون دوران مثبته بر حال نمیخوام امروز تاریخ بگم میخوایم به موضوع دیگه بپردازیم دوستان نمیدونم که شما اخبار آمریکا رو پیگیری میکنید یا نه یکی از مهمترین کاندیداهای آمریکا برای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه که طرفدار زیادی هم داشته سناتور ران دیسانتس به نفع ترامپ از رقابت کنار رفته امروز میزان حمایت و محبوبیت ترامپ حتی از دفعه اول کاندیداتوریش بیشتره در صورتی که ترامپ در مقابل بایدن قرار بگیره حتما پیروز میشه مخصوصا با این مشخصاتی که امروز بایدن داره در آمریکا بهش میگن بایدن خابالو در جلسات و در عموم با موجود خیالی حرف میزنه نمیدونم شیزوفرنی داره چه مشکلی داره در صورتی که ترامپ پیروز بشه شرایط جنگ بر علیه ایران کاملا مهیا میشه اسرائیل بعد از غلبه بر حماس به سراغ حزب الله میره بعد هم نوبت ایرانه همه همسایه های ایران هم از چین حمله ای حمایت میکنن با رفتاری که ایران داشته چه این به اندازه کافی میتونه خب کشورهای اروپایی رو متحد کنه حتی افکار عمومی جهان رو میتونه چه این داشته باشه اما چرا فکر میکنم این جنگ پایان تمدنی ایرانه در واقع آخرین پرده است اقتصاد ایران به معنی واقعی الان کلنگی شده اقتصاد امروز ایران تنها 25 صدم درصد دنیاست این کلنگی شدن هم از خیلی وقت پیش شروع شده به معنی دقیقی کلمه از وقتی که گسستی واقعی بین مردم و دولت در سال 1388 شکل گرفت از اون زمان دیگه شروع شد شما برای اقتصاد پویا به مردم نیاز دارید نسبتی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی وجود داره که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به اون بی‌اعتنا هستند هر جا مردم در اون جمع بشن مثلا شبکه های اجتماعی برای جمهوری اسلامی تهدیده حکومتی که ترجیح میده یک ماه اینترنت رو کلا تعطیل بکنه یعنی که اصلا معیشت و اقتصاد براش اهمیتی نداره اولویت در ایدولوژیه امروز کسانی که موفق نشدند از کشور فرار کنند در داخل کشور ترجیح میدن که حداقل حساب اقتصادی خودشون رو از ایران جدا کنند یعنی درآمد دلاری داشته باشند چرا که امروز ریال ایران در کنار ده ارز بیارزش دنیاست، در کنار لئون سیرا لئونه در کنار فرانک گینه است بنابراین فروپاشی اقتصادی رو همین امروز داریم تجربه میکنیم این به فروپاشی اجتماعی منتهی میشه در میان خودمون در میان دوستانمون بسیاری رو میشناسیم که در سالهای اخیر از او دزدی شده خود من هم گوشیم رو دزدیدند با چاقو هم لاستیک های ماشین هم رو دزدیدند بزرگترین شیفت طبقات اجتماعی رو در این سالها داریم و بسیاری از طبقه متوسط به فقیر نزول پیدا کردن همه ما یه زمانی خودمون رو به حال طبقه متوسط میدونستیم الان با استانداردهای الان همه فقیریم مشاغل کاذب بیشتر و بیشتری ایجاد شدن به گفته ایسنا آمار جمعیت مبتلا به بیماری های روانی به 29 درصد رسیده یعنی از هر سه نفر در خیابان یک نفر نوعی اخلال روانی داره در مصاحبه با یک کانال یوتیوبی عیسی کلانتری از پایان تمدنی ایران در مسئله آب گفته کلانتری میگه که در 25 سال گذشته همه آب کشور رو مصرف کردیم دریاچه ارومیه که خوش شد تمام دریاچه بختگان دریاچه هامون تالار گاوخونی هم میرند تا به ارومیه بپیوندن ما الان مهاجرت کشاورزان رو داریم به دلیل خوش سالی مهاجرت اقلیمی داریم از اصفهان، از مناطق مرکزی ایران به سمت گیلان و مناطق شمال کشور در پرانتز ارز کنم خدمت شما که به بیان آمارتیا سن اقتصاددان هندی نسبتی میان خوشسالی و قهدی با نبود آزادی و دموکراسی وجود داره این رو آمارتیا سن در کتابی به نام توسعه یعنی آزادی گفته پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید اما یکی از مهمترین خطراتی که موجودیت ایران رو تهدید میکنه درگیری قومیه غرب تصمیم خودش رو گرفته نمیتونه در آینده یک ایران قدرتمند رو تحمل بکنه کشورهای کوچک وابسته به اون برای غرب مناسب تره برای جامعه جهانی مناسب تره و برای ایجاد این جو قومگرایی و این هدف تکه تکه کردن ایران هزینه هم میکنه چه چیزی بهتر از کشورهای کوچکی که درگیر همدیگه باشند به دلیل تعصبات قومی توی سر همدیگه بزنن تا دوباره یک ابزار نفوذی برای قربی ها در این پهنه فلات ایران فراهم بشه فکر می کنم در صورتی که جنگی در بگیره برنامه غرب اینه که کشور رو تجزیه کنه البته می دونم که آمریکا نخواست عراق تجزیه بشه با اینکه حس ناسیونالیستی در عراق کمتره اما چیزی من در عراق درست شد به نام اقلیم فکر کنید در صورتی که کردستان کشور میشد چه درگیری هایی چه جنگ هایی این منطقه رو فرا می گرفت این خوابیه که غربی ها برای ایران دیدند این رو من میتونم از پیگیری نشریات و سایت های انگلیسی خدمتتون بگم و به اصطلاح مستندهایی که میسازند و برای اینکه بگویند ایرانی کشور نیست و اون رو در میون افکار عمومی خودشون نش بدند تبلیغات کردند هزینه کردند خیلی وقته این هزینه هم فقط در مورد این مقالات در مورد این مستندها و کارهای رسانه ای نیست روی مردم ایران هم هزینه کردند حکومت جمهوری اسلامی هم نسبت به این تهدید امنیتی بسیار بی‌اعتنا است در مقابل رویدادی کیلومترها خارج از مرزهای کشور که از نظر تاریخی هم نسبتی با ما نداره و تهدیدی محسوب نمیشه حساس هستند اما در مورد وضعیتی که تهدید امنیتی بلافصل در داخل مرز هاست به هستند تجزیه طلبان رو حتی در میون مسئولان محلی میتونید ببینید و به اصطلاح متخصصانیم که با شبه علم میخوان مردم رو علیه هم دیگه بشورونن واقعا به گفته اکانت وزینه فلات ایران در توییتر توییتر سابق اکس امروز ما به یک دولت ملی نیاز داریم دولتی برآمد از مردم دولتی دموکراتیک که خواست مردم رو پیگیری بکنه این بود ویدیو امروز ما منتظر اظهار نظر شما در قسمت کامنت ها هستم شاید من اشتباه میکنم این نگرانی من بیمورده حال به من بگید که شما چه فکر میکنید زیاده ارزی نیست تا ویدیو بعدی در پناه خرد با خودتون باشید